سلام، من پریسا کاکایی هستم و امروز روز 17 می روز مبارزه با همجنسگرا و هراسی هستش. من با مفهوم هموسکشوالیتی در دوران کارشناسی روانشناسی بالینی آشنا شدم و اونجا بود که متوجه شدم از سال 1974 به بعد دیگه رفتار جنسی همجنسگرایی جزو اختلالات رفتاری و ناهنجاری های رفتاری محسوب نمیشه و از اون لیست خارج شده و در حقیقت این به خاطر تلاشی بودش که به خصوص در بین سالهای 1970 تا 1973 پررنگتر شد و تلاش فعالان همجنسگرا بود. به هر حال این روزها صحبت در مورد همجنسگرایی زیاد هست و دوستان نظرات مختلف خودشون رو ارائه میدن، اما در حقیقت من شاهد دو واکنش بودم. یک واکنش این بودش که این رفت مسئله رو یک جور ژست روشنفکری میدونن و صحبت از مسائل جنسی رو و رفتارهای جنسی رو جزو مسائل امروز ما و در حقیقت دغدغه های امروز ما نمیدونن با توجه به مسائل جاری در جامعهمون، و دومی که صحبت از این مسئله رو اشاعه همجنس گرایی در جامعه و به نوعی بی اخلاقی می دونن. در پاسخ گروه اول باید این رو عرض کنم که اینکه الان اولویت صحبت در مورد این مسائل نیست، من فکر نمی کنم مسئله این باشه. مسئله این هستش که اگر حتی ما تمام مشکلات جامعهمون حل بشه و تصمیم بگیریم که در این مورد صحبت کنیم، باز هم از نظر این دوستان زمانش نیست، چرا که به طور کلی صحبت از مسائل جنسی و رفتارهای جنسی برای این دوستان اذیت کننده هست و باعث معذب شدن اونها میشه و ترجیح میدن که این مسائل هیچ وقت باز نشه و راجبی صحبت نشه، هرچند که در این مورد فکر نمی کنن که چقدر میتونه عدم آگاهی در مورد این مسائل آسیب رسان بشه و باعث آسیب های اجتماعی بشه. و دومی مسئله در مورد این که موجب بی اخلاقی میشه و اشاعه چنین رفتاری میشه، ما در جامعه آدم‌هایی رو داریم که سالها به دلیل برحال تلقینات مذهبی و اخلاقی جامعه و فرهنگی سالها در یک ارتباط با جنس مخالف قرار می‌گیرند و هیچ لذتی هم از اون ارتباط نمی‌برند و فقط فکر می‌کنن که این نقصی از خودشون یا طرف مقابل هستش، ولی در یک شرایطی این فرصت براشون پیش میاد که با مفهوم همجنسگرایی آشنا بشن و یا در اون ارتباط قرار بگیرن و لذت جنسی رو تازه اونجا با آشنا بشن، و اونجاست که دقیقاً متوجه میشن که از ابتدا گرایششون چیز دیگری بوده و دقیقاً در یک مسیر درست گرایش جنسیشون قرار میگیرن. منظورم این هستش که اتفاقاً آگاهی رسانی در مورد این مسئله اجازه میده که آدم‌ها بر اساس گرایشاتی که دارن رفتاری رو انتخاب بکنن، و دقیقا اخلاق اون چیزی نیستش که ما تعریف میکنیم و ما قبول داریم. مقدمه اخلاق این هستش که ما بپذیریم آدم‌ها رو همون گونه که هستن با همون گرایشاتی که دارن و اجازه بدیم اون جوری که فکر میکنن و دوست دارن زندگی بکنن. در طول سالها به همجنسگرایان خشونت بسیاری وارد شده، از جمله در جریان هولوکاست در آلمان نازی اینها همجنسگرایان در اردوگاه‌های کار اجباری جان خودشون رو از دست دادن دقیقاً به خاطر همجنسگراییشون، و به همین دلیل بودش که در 12 سپتامبر سال 2003 آلمان تصویب کرد که در یکی از معروف‌ترین خیابان‌های برلین به یاد این دوستان یک در حقیقت بنای یادبودی رو یا یک یادمانی رو برایشون نصب کنن. من فکر می‌کنم که امروز رو مقدمه‌ای قرار بدیم برای اینکه به همجنسگرایان احترام بگذاریم و قبول کنیم که ما و اون‌هایی وجود نداره و همه ما اعضای مختلف یک جامعه هستیم با گرایش‌ها و رفتارهای جنسی مختلف. ممنون، خدا نگهدار.